روزهای سیاه حامد کرزی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به دیگر از ویدیوهای چنل کابل وایز. امید که تا آخرین خبر با ما بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در روی برگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: روزهای سیاه حامد کرزی. با پاداش یک عمر خدمت به تروریسم طالبانی، اکنون خود از جمله بیجا شده های داخلی است. گزارشنامه افغانستان دریافته است که طالبان همین که به داخل کابل رسیدن، طرف خانه حامد کرزی رفته و همه بادیگارد هایش را خلاص کرده و خودش را با ادبیات بازاری تهدید آمیز مورد خطاب و عتاب قرار داد. این از سرنوشت مردی که سالها با قیمت تباهی مدنیت افغانستان به طالب خدمت کرد. فریاد زد میلیون ها دلار خرج دسترخوان مردم بیچاره را به طالبان سپرد. مهمترین فرماندهان و سران ضد طالبان را ترور کرد. امریکایی ها را نگذاشت که علیه تروریست های عملیات شبانه انجام دهد. همه درهای محافظ را بر روی مرگ آفرینان باز کرد و غیره. اینک تنها و بیاور در همین شهر کابل به خانه دکتر عبدالله مهاجر شده است. شهر در دست غلیظایی ها قرار دارد و جناح درانی منزوی شده است. طبق یک خبر دیگر، روزنامه اشتصاب در روی برگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: هشدار سفیر پیشین بریتانیا از فاجعه بشری در افغانستان. گروه جی اف چاره بسنجند. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان اعلام کرده است که نیاز شدید به کمک های بشر دوستانه در افغانستان ممکن است به فاجعه بشر مبدل شود. نیکولاس کی، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد در سومالیای روز دوشنبه 1 سنبله در توییتر گفته است که رهبران گروه جی اف باید برای رسیدگی به رهبران نیازهای بشر دوستانه در افغانستان روی یک برنامه فوری کار کنند. او گفته است هیچ دولتی در کار نیست. ذخایر ارضی منجمد شده و نگرانی های واقعی در مورد حقوق بشر در آنجا وجود دارد. این در حالی است که نخست وزیر بریتانیا نیز از رهبران گروه جی اف خواسته است که در مورد افغانستان یک نشست فوری برگزار کنند. با تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.